خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم حال همه خوب باشه. اومدیم خدمتتون که کلاس شب امتحانی آنلاین با هم دیگه داشته باشیم و رفع اشکال کنیم. خیلی از بچه ها فردا امتحان دارن، خیلی از بچه ها یکی دو هفته بعد. ما یه 3 ساعته روی سایت شب امتحانی گذاشتیم، اون رو میتونید ببینید، اشکالاتون برطرف بشه. این رو به صورت آنلاین کلاسش رو گذاشتیم تا اگر دانش آموزی سوال داره بتونه مستقیما بپرسه و براش سوال دوباره تکرار بشه و نمونه سوال با هم دیگه حل کنیم. سلام، خب منتظر بچه ها هستیم که به ما بپیوندند. بعضیا تو سایت سردرگمن، نمیدونن کجا باید برن. سلام، امیدوارم حال همه خوب باشه. متشکرم، مرسی. بذارید بچه ها اضافه شم بگم روند کلاس به چه صورتی خواهد بود. خب خب بریم که ببینیم بچه های عزیز تو کدوم قسمت مشکل دارن. بله، PDF پرشدهش رو هم براتون همین که کلاسمون تموم شد براتون میفرستم که پرشدهش داشته باشید، با جوابش رو هم براتون میفرستم، نگران نباشید. سلام، تو سایت هم این جلسمون، سید جان این جلسه تو سایت ذخیره میشه؟ همین امروز میره روی سایت و نگران این موضوع هم نباشید. خب بچه هایی که اشکال دارن، از مباحثی که اشکال دارید بفرمایید دونه به دونه من ازش مثال حل کنم براتون، رو دوباره توضیح بدم کدوم قسمت های درس رو خوب متوجه نشدید. این کلاس رو برای همین گذاشتیم و بچه هایی که حالا هرچی سوال دارن اینجا میتونن بپرسن، من در خدمتشون هستم. خب بفرمایید بچه ها. سلام. خب کیا فردا امتحان دارن؟ به به، چه روز خوبی کلاس گذاشتیم. بچه های زیادی فردا امتحانشونه، یا نهایتا ها شنبه امتحان دارید. شنبه، خب خیلی خوبه. اوه 25 25 اشکال نداره، حالا بازم شاید به درد بخوره. بله ماشاءالله، باریکن آفرین. خب میگن که از بازده مثال حل کنید. از بازده، درسنامه خلاصه ای از بازده اگر یادتون بیاد به این صورت بود که ما 3 مدل سوال توی بازده داشتیم بچه ها. بازده و استوکیومتری، هم یه خلاصه ای براتون میگم ازش. ممکن بود به ما بازده و یکی از مواد فراورده داده شود. ممکن بود از ما بازده رو بخواد و ممکن بود بازده و یکی از مواد واکنش دهنده رو داده باشد. این 3 حالت مسئلهش بود که میگفتیم اون ماده‌ای که توی فراورده هستش مقداری است عملی، اون ماده‌ای که توی واکنش دهنده هست مقداری است نظری. خب این حالت 1، این حالت 2 بود توی جزمون، اینم حالت 3. اگه حالت 1 بود ما یه جمله بلد بودیم، میگفتیم آقا عملی هیچ موقع در استو قرار نمیگیره، پس اول باید از فرمول بازده مساوی است با عملی به نظری ضرب در صد استفاده میکردیم، به نظری تبدیلش میکردیم
و بعدش استامون رو حل میکردیم. پس میشد اول فرمولمون و بعد استوکیومتری. در این حالت که بازده رو از ما میخواست، یک مقدار عملی رو به ما میداد از یه ماده، یعنی یک ماده فراورده رو به ما میده. ما از ماده واکنش دهنده ماده فراورده رو هم به دست میاریم که میشه مقدار نظریش، بر هم دیگه تقسیم میکنیم. بازده و یکی از مواد واکنش دهنده نظریمونه. واکنش دهنده نظریمون هستش. پس چون واکنش دهنده ما مقدار نظریه، پس ما میتونیم اول استوکیومتری بزنیم و بعد فرمول رو روش اعمال کنیم. پس اینجا ما اول داشتیم اول فرمول بعد استو، اینجا داشتیم که حالا توی سوال توضیح میدم، اینجا اول استوکیومتری بعد فرمول. اوکیه؟ خب بچه ها هنوزم دارن اضافه میشن. بریم حالا توی سوالاتمون ببینیم که چه سوالی از این بازده میتونیم داشته باشیم در رابطه با واکنش. خب درصد خلوص هستش و بعدش هم به بازده میرسیم. خب هر این ترکیبشه سوال خلوص اینجا. خوب نگاه کن، میگه در صورتی که بازده درصدی واکنش زیر پس از معادله موازنه بشه، برای موازنش شما اگر یه دونه دو اینجا قرار بدید واکنشتون موازنه میشه، 6 تا 30 خواهی داشت، 5 تا این هم 6 تا 12 تا که اونجا هم 12 تا هاش خواهی داشت، 2 تا او داریم که 2 تا او درسته کامل. این موازنه، ما کاری نداریم حالا اینم یک اینم یک برابر 80 درصد باشد. پس عزیزان بازده رو به ما داده از واکنش 9 ممیز 2 گرم اتانول، 9 ممیز 2 گرم اتانول چند گرم دیمتیل اتر، اینشون رو دیمتیل اتر دیتیل اتر این رو گفته چند گرم ازش حاصل میشه. خب ما اسم بازده رو میدیم نظری عملی باید مشخص کنیم، ایشون نظری ما هستن ایشون عملی ما هستن. پس اول من مقدار نظری رو دارم، میتونم خیلی راحت باهاش استو بزنم. لطفا استوکیومتریش رو حل کنید، استوکیومتریش رو اینو بذاریم ماده A، این خیلی دیگه اینو بذاریم ماده B، ماده A و ماده B. خب گرم A به مول A، مول A به مول B، مول B به گرم B. این مسیرش هستش، لطفا حل بفرمایید تا با هم دیگه ادامهش رو حل کنیم. بله یاسمین حل میکنیم ازش، چشم. خب استوکیومتریش همونطور که میدونید به این صورت زده میشه که 9 ممیز 2 گرم آ داریم ما، ضرب در خط کسری و خط کسری. خب مول آ، اینم گرم آ، مول بی، مول آ، گرم بی، مول بی. خب کنار ایشون یک میزنیم، کنار اتانول، اتانول 46 جرم مولیش، مول به مولش ضریب ماده بیمون یک، ضریب ماده ایمون دو، ایشون یک و جرم مولی ایشون 74 میشه که برای محاسبه ایشون اینو اگه 92 ببینیم میشه 2/10، 2/10 با ایشون میره میشه 1/10 و جواب آخر ما میشه 7
ممیزه 4 گرم بی ما خواهیم داشت. خب 7 ممیزه 4 گرم بی این مقدار نظری شماست بچه ها، چون از استو به دست اومده عزیزان. پس اینو گفتیم عملیش رو از ما میخواد. بازده چند درصدی؟ 80 درصد آقا. 80 درصد مقدار عملیش رو میخوام، نظریشو دارم 7 ممیزه 4 که از اینجا مقدار عملیش رو ما به دست میاریم. اینا کلن این میشه 8 دهم. خب دو رقم ممیزه 8 تا 32 تا 2 3 داریم، 8 7 تا 56 تا 59 تا با دو رقم ممیز. این واحدش هم اینشون چون گرم بوده، اینم واحدش گرم به دست میاد. پس گزینه یکمونه. حالا گزینه‌شو کاری نداریم، ما سوالمون رو حل کردیم که به این صورت حل میشه. تیپ دیگه‌اش رو اگر مشکلی دارید بگید. ببین سه تا تیپ از بازده گفتم، بازده بخواد این کدوم تیپش بود؟ مقدار واکنش دهنده بده و مقداری از فراورده رو از ما بخواد و بازده هم به ما بده. مثلا همچین تیپی رو حل کنید ببینید بلدید یا نه. این تیپ رو حل کنید، بازده رو از ما میخواد دیگه. بفرمایید اینم ترکیبیش. بیا سوال 18 رو حل کنید بچه‌ها. من خیالم راحت چه بازده رو تقریبا بلدید. مثال های جزوتون رو حتما حل کنید، حتما یک بار مثال های جزوه همش حل بشه. چیز خاصی نگفتم مریم خیراللهی، ما اومدیم و یه دونه مسئله بازده فعلا حل کردیم. روی اون سوالاتی که با بازده یا درصد خلوص برای دو تا هیدروکربن میاد، نمیدونم اگه نمونه سوالش رو داری مریم، اون در حد امتحانتون اینی که میگی نیستش. اگر این سوال رو میپرسی حالا همین سوال بفرست که من سوال تمامی گروه های پایه رو جواب دادم، دهم و یازدهم سوالاشون رو همه رو جواب دادم. اگر سوالت جواب داده نشده و قطعا الان من هر موقع میام کلاس یادم میفته مریم جانگیریان سوال پرسیده، کاش سوالات توی گروه میفرسته جواب میدنم. سعی میکنم چشم سوالای شما رو اصلا یادم میره، یعنی من وارد گروه میشم از بالا میتونی حل میکنم میام و بعد یادم میره بچه ها توی پیوی هم سوال پرسیدن. حالا ابنر سوالا رو توی گروه نفرستادی اشکال نداره، من سوالات رو تا 25 که امتحان داری قطعا دیگه برات جواب خواهم داد. اصلا مدل سومیش که بازده رو میخواد میشه بگید. آره میشه بازده هم بخواد حل کنید. بله خب این مثال حل کنیم، مدل سوم هم حل کنیم و بریم سراغ مبحثی دیگه. پس بازده درصدی رو به ما داده 80 درصد، 10 لیتر گاز CO2 در شرایط استیپی. خب مقدار یکی از فراورده ها رو به ما داده و میگه چند گرم CaCO3، چند گرم از ایشون به ما میده. بچه ها این مقداریست عملی و از این مقداری نظری. ما در استوکیومتری میتونیم نظری بذاریم و نظری بگیریم. این متاسفانه عملی معتاده، نمیتونیم باهاش سوالمون رو حل کنیم. پس میبریمش توی کمپ. بازده درصدی مساوی است با عملی به نظری ضرب در 100. خب بازده ما 80 درصده، مقداری که به ما عملی داده است مقدار 10 گرمه، 10 لیتر رو اصفایی میکنم و نظریمون رو به دست میاریم. اینجا مقدار نظری این با ایشون میره، این میشه 8 تا و جوابمون میشه بعد مقدار نظریمون در اصل میشه 1 به روی 8 دهم. یکم اعدادش مزخرفه، حالا سوالی که انتخاب کردیم 12.5 بچه ها به دست میاد مقدار 12.5 لیتر، 12.5 لیتر هستش. پس دیگه با این کاری ندارم، انگار از ایشون 12.5 لیتر دارم و سوالم رو حل میکنم. میگم که لیتر CO2 رو دارم، به مول CO2 تبدیل کنید، مول CO2 رو هم به مول CaCO3 تبدیل کنید و چیشو خواسته بود؟ گرمش رو خواسته بود، گرم CaCO3 که فول استو هستیم دیگه. ما استو برای ما واقعا یک کاری نداره. 12.5 لیتر CO2 ضرب در مول CO2 به
لیتر CO2 مول CA CO3 مول CO2 گرم CA CO3 مول CA CO3. که اینو بلدیم پرش کنیم، کاری برامون نداره. یک شرایط SDP 22.14 یک و یک هستش چون معادلش موازنه شده است. اینم یک، این هم 100. که این رو اگر بخوایم حلش کنیم خیلی راحت جوابی که برای ما به دست میاره، دیگه برای جواب ها وقت نذاریم، وقتمون محدوده. 55 ممیز 8، 55 ممیز 8 دهم گرم خواهد بود. اینم از مدل بعدی. مرسی. خب سارا و ملیکا گفتن که میذارید عکس بگیم پر شدهش رو تو گروه، همین که کلاستون تموم شد پر شدهش رو تو گروهتون در جا قرار میدم. و باز هم یک بله. فاطمه ستاری و مدل سومش رو خواستن. چشم، مدل سوم به این صورتی که اینجا هست، یه دونه ازش داشتیم اینجا. خب خوب دقت کنید، بازده درصدی رو از من میخواد. خب معادله ای هم که به من داده کاملا موازنه شده است. حجم مولی در این شرایط 25 لیتره، یعنی اونجایی که میخوای 22.14 استفاده کنی از 25 لیتر استفاده کن. حجم مولی یعنی یه مولت اینقدر. حالا با اون کاری نداریم. ببینید میگه 84 صدم گرم کلسیم هیدرید داریم ایشون. 84 صدم گرم، 84 صدم گرم با مقدار کافی آب 900 میلی لیتر گاز هیدروژن تولید کردن. 900 میلی لیتر گاز هیدروژن تولید کردن. بازده درصدی واکنش کدام است؟ بازده درصدی واکنشمون کدومه؟ خب عزیزان بریم سراغ حل ایشون. بازده وقتی از شما میخواد، نگاه کن، من این پایین یه دونه مینویسم بازده، میشه مقدار عملی به مقدار نظر. خیلی ساده زب در صد. بچه ها کدوم یکی از اینها عملی هن؟ کدومشون معتاده؟ نگاه کنی قیافشونو. از کجا تشخیص میدیم کی عملیه کی نظری؟ آفرین، ایشون نظری هستش تو واکنش دهنده است، ایشون عملی. خب من که نمیتونم عملیات تو آزمایشگاه برم و کار انجام بدم، پس از این عملی استفاده میکنم. میگم مقدار عملی من 900 میلی لیتره. ایوه میمونه یه مقدار نظری. نمیتونی اینو برد نظری یکی رو بذاری عملی یکی دیگر، که باید نظری همین رو هم قرار بدی. نظری از کجا به دست میاد؟ از استوکیومتری. پس فرض میکنیم این رو نداریم، انگار اینو داریم چند میلی لیتر. از ایشون اینو میریم به دست میاریم خیلی راحت. پس میگیم گرم سی آ سی او سه دارم، نه ببر سی آ هاش دارم، سی آ هاش دو دارم، باید بشه مول سی آ هاش دو، باید بشه مول هاش دو، بعد بشه لیتر هاش دو، بعد بشه میلی لیتر هاش دو که این پایین قرارش. یا اینو میتونی لیترش کنی، همینجا قطع کنی لیترشو بذاری، فرقی نداره. گرمش 84 صدم گرم سی آ هاش دو ضرب داره 1 و 2 و 3، این میشه مول سی آ هاش دو گرم سی آ هاش دو مول هاش دو مول سی آ هاش دو. اینجا لیتر هاش دو 900 رو کوچولوش کنیم یکم، خیلی بزرگ 900. اینجا مول هاش دو، ما یک کسر دیگه هم ببخش اینجا لازم داریم، میلی لیتر هاش دو لیتر هاش دو. درسته؟ یک کلسیوممون 40، اونم دوتا میشه 42. مول به مولشون میبینیم که ضریب ایشون 2، ضریب ایشون 1. مولمون 1 هستش، زنگ میخوره گوشیمون، نه
مولمون یک هستش، لیتر CO2 مون یک مولش حجم مولی 25 داده. گفتم اینجا اگه استیپی بود مگه اینجا یک مول و 22 متر 14 دهم نمیذاشتی؟ حالا حجم مولی رو وقتی بهت داده به جای 22 متر 14 دهم میگه 25 استفاده. اینم 25، هر یک لیترمونم 1000 میلی لیتر. جواب این رو با هم دیگه به دست میاریم. خب این 84 صدم با 42 میشه 200. 200 ضرب در اون 2000 اون آخر بشه یه 10 از اون میمونه. این دوتا با هم میشن 50 تا، درسته؟ 50 ضرب در 2 این بشه، خب میشه 100. خب 100 با دوتا ممیز این کلا میره و جواب آخرمون همین 1000 به دست میاد. یعنی این ضرب در این شد 50، ضرب در 2 شدن 100، اونم یه دفتان منهای 2 داشت، با هم رفتن همین اینجا 1000مون. 1000 میلی لیتر H2. خب اینو میاریم میذاریم اینجا مقدار نظریشو 1000. این مقدار نظری همیشه باید بیشتر از مقدار عملی باشه که اینجا 90% رو ما به دست میاریم. این هم حالت سوم بچه ها. الان مریم از اونم حل میکنم، اشکال نداره. خب کیمیا شهابی، بچه ترکیبش رو با خلوص مشکل دارید؟ درصد خلوص و بازده رو ترکیب میکنه با هم دیگه، مشکل دارید حل کنیم ازش؟ درصد خلوص و است، درصد خلوص هم بلدید دیگه، همینطوریه تقریبا، ولی ترکیبش رو ممکنه مشکل داشته باشی. کسایی که درصد خلوص و بازده ترکیبی رو مشکل دارن بگن مشکل دارن یا نه، یه بله ای، آره ای، نه ای. بله اگر میشه، بله اگر میشه. ترکیبی آن دیا ممکنه که بهتون بدن، بستگی به سطح تدریس دبیرتون داره. اگه خیلی سطح بالا تدریس کرده ممکنه بهتون بده، اگر به خصوصیات خیلی عادی تدریس کرده براتون نه، همین در همین حد این سه مدل بهتون میده. خب یک با مولار یه مسئله باید حل کنیم که مولار در داخلش باشه، دوم یه دونه ترکیبی حل کنیم و از استوکیومتری بیایم بیرون دیگه. اوکی خب بیا سوال 17 رو نگاه کن. بازده داره، بله بازده اصلا میخواد از ما. ببینید برای حل سوالات ترکیبی این دیدتون از بین نه، این دوتا جمله، این چهار تا جمله البته، برای سوالات ترکیبی یا همه جا بچه در استوکیومتری این چهار تا جمله خالص میذاریم و خالص دریافت میکنیم. در استوکیومتری نظری میگذاریم و نظری دریافت میکنیم و ماده‌ای که درصد خلوص دارد یا برایش درصد خلوص خواسته شده است، درصد خلوصش خواسته، آن ماده ناخالص است. و مورد بعدیمون این هستش که ماده واکنش دهنده نظری ماده فراورده عملی ما. این چهار تا نکته اگر یاد باشه مثل آب خوردن که مسائل استو رو حل میکنی ترکیبیاش هم حل میکنی. بله تغییرات گرما انرژی چشم آفرین فاطمه، پس گوش کن شما که معلمت خیلی ترکیبی میده. ببین این چهار تا جمله خوب دقت کن. 50 گرم فلز روی با درصد خلوص 32.5 با مقدار اضافی هیدروکلوریک اسید واکنش داد. 2 لیتر گاز هیدروژن به دست اومده،
و بازده رو از ما خواسته. من با اجازهتون سوال 17 رو اینجا حل میکنم که یکم جای حل داشته باشیم. پس سوال 17 همون این بوده. میگه ZN واکنش رو به شما میدن. HCl ZN Cl2 به اضافه H2 عزیزم. یه دو هم اینجا میخواد. یک. بچه ها سوال رو من از این ور بخونمش دیگه نریم هی اون ور اینجا. خب 50 گرم فلز روی، 50 گرم خلوص. ماده‌ای که خلوص داره ناخالصه، 32.5%. این است. در ادامه مقدار 2 لیتر هیدروژن تولید شده، بازده رو میخواد. 2 لیتر هیدروژن. عزیزان بازده رو از شما میخواد. اسم بازده اومد، عملی نظری تو مشخص کن. با این روشی که گفتم. ایشون نظری ماه، ایشون عملی ما. سوال از من چی خواسته؟ سوال از من بازده خواسته. بازده. بازده الان تیپ 3 شو حل کردیم، گفتیم عملی به نظری. عملی که تو سوال داری رو قشنگ باهاش برخورد کن. قشنگ ازش سوء استفاده کن. 2 لیتر. این عملی ما. اینم پایین نظری رو اگه بذاری میتونی بازده حساب کنی. نظری از کجا به دست میاد؟ از استوکیومتری. میریم استو بزنیم و فرض میکنیم ایشون الان چیه؟ چند لیتره؟ شرایط STP. خب الان میام سوال حل کنم، میگم اینم ای ببین 4 تا نکته بالا بهت گفتم. ماده‌ای که درصد خلوص دارد یا برایش درصد خلوص خواسته است ناخالصه و همینطور در استوکیومتری خالص باید بذاری. عزیزم الان میخواییم استو حل کنیم ولی متاسفانه میبینم این بیتربیت ناخالصه، خالصش میکنم بعد استو حل میکنم. تموم شد. پس میگم 32.5% مساوی است با مقدار خالص رو میخوام که باش استوال کنم، ناخالص رو دارم 50 گرم که از اینجا مقدار خالص رو به دست میارم. مقدار خالص ما چیز آها اینا با هم ساده میشه، نمیخواد ازش، این میشه 2 میشه 16.25 گرم. این مقدار خالصمونه. باهاش میایم یه استوی خوشگل حل میکنیم با یه رنگ خوشگل. میگیم گرم ZN دارم، مول ZN، مول H2 و شرایط STP مستقیما لیتر H2. تمام. این مسائل رو میشه تیپ بندیش کرد ولی همه رو قاطی میکنید، همه رو قاطی میکنید. پس با این 4 تا نکته پیش برو. 1. عملی نمیتونی تو استو بذاری، حتما نظری میذاری، نظری میگیری. خالص میذاری، خالص میگیری. این دوتا نکته. و در حل استوکیومتری اگر مادهی در واکنش دهنده بود مقدار نظری، اگر در فراورده بود مقدار عملی، و مادهی که درصد خلوص دارد یا برایش درصد خلوص خواسته و ماده ناخالص است، نمیتونی باش استو حل کنی، اول باید خالصش کنی. پس بیایید با هم دیگه ادامه بدیم. گرم ایشون دیگه الان 16.25 گرم ZN ضرب داره، مول ZN، گرم ZN، مول H2، مول ZN، لیتر H2، مول H2. بریم کنار 1.65. مول به مولشون 1:1. 1.22 = 14. که از اینجا
16 65 به 65 میخواد 16 ممیز 65 تقسیم بر ببخشید 16 ممیز. حتما بچه‌ها این نکته یادتون باشه، ماشین حساب ببرید، اعداد چرت و پرت تو سوالات مدرسه ممکنه زیاد بدم بهتونا. ضرب در 22 ممیز 4 5 ممیز 6 میشه 5 ممیز 6 لیتر H2 که این رو عزیزان اینجا قرار میدیم، 5 ممیز 6 لیتر H2 و پس از تقسیمش میشه 200 تقسیم بر 5 ممیز 6 5 ممیز 6 35 و برده 35 و 71 35 ممیز 17 درصد. فاطمه، چهار عمل اصلی در امتحانات شیمی عادی آزاده، شما همراهتون داشته باشید، بالای برگتون هم میزنه، چهار عمل اصلی آزاده، مشکلی از این بابت نداریم، چهار عمل اصلی رو میتونید با خودتون ببرید. محمد حسن بابایی، جزوه پرشده حفظیات، پرشده فعالیت ها رو میگی محمد حسن؟ منظور فعالیت هایی هستش که خالیه؟ اینه منظورت؟ کی امتحان داریم محمد حسن؟ آفرین مریم خیرلایی، دقیقا درست فهمیدی محمد حسن جان. سعی میکنم، چشم، سعی میکنم پرشدهش رو براتون بذارم، اون قسمت هایی که خالی هستش فصل یک و دو که استفاده کنی. چشم. آریا قیاسی تازه سلام میکنه، شنبه امتحان داری، سعی میکنم تا شنبه کارا رو راستوریز کنیم و بفرستیم خدمتتون. خب اینو یاد گرفتید، اینم پس به این صورتی هستش که دیدید. خب همینجا که هستیم یه دونه هم مولار با هم دیگه حل کنیم، یه دونه هم مولار با هم دیگه حل کنیم، ببینیم که مولار به چه صورتی. شانس دیگه مریم، این دیگه شانس نیاوردی متاسفانه. ببینید بچه ها، وقتی سوال مولار داره یعنی همون واحدی که مول بر لیتر به شما میگه، چیز خاصی نیست. در تبدیل چی استفاده میکنیم ازش؟ در تبدیل مول به لیتر. همه اینو به من جواب بدن. در شرایط STP از در تبدیل مول به لیتر از چی استفاده میکنی؟ در شرایط STP از تبدیل مول به لیتر از چه عددی استفاده میکنی؟ آریا امتحانش رو دیروز داده، خب خیلی خوبه، اگه دوست داری از این کلاس استفاده کن. آفرین الهه عبدی، دقت کن، ما وقتی در شرایط STP هستیم میخوایم از 22 ممیز 14 هم استفاده کنیم برای تبدیل مول به لیتر در شرایط STP. پس ما وقتی در شرایط STP هستیم میایم از مول به لیتر استفاده میکنیم بچه ها. مول به لیتر، کسری که هست، یا مول به لیتر داریم یا لیتر به مول داریم، درسته؟ که یک از 22 ممیز 14 هم 22 ممیز 14 هم استفاده میکنیم، درسته؟ در شرایطی که مولارم به ما میده ما همینا رو داریم، دوباره همین کسرها رو داریم، یعنی مول به لیتر رو داریم، لیتر به مول رو هم داریم عزیزان، فقط کنار مول دیگه یک نمیذاریم، مولار رو میذاری کنار ایشون، یک رو میذاری اینجا، مولار رو میذاری کنار ایشون. فرقش رو الان بفهمی تمومه دیگه. حالا یه سوال حل کنم برات، حالا یک سوال حل کنیم. خب اگر در واکنش زیر مقدار هشت گرم NaOH وجود داشته باشد،
با چند لیتر محلول هیدروکلوریک اسید 0.2 مولار واکنش میدهد. کلسیوم Na ببخشید Na23O16H1. واکنش هم اینه، NaOH به اضافه HCl NaCl به اضافه H2. خب ضرایبی هم که اینجا داریم 1, 1, 1 و 1 خواهد بود. عزیزم میخوایم این سوال حل کنیم، مولار هم داره توش، خوب دقت کن. اینو به ما داده 8 گرم، میپرسه چند لیتر 0.2 مول بر لیتر. اینا رو اشکال داشتید دیگه، درسته؟ خب عزیزم بریم حلش کنیم. فرقی هم نمی‌کنه درصد خلوص داشته باشه بازه داشته باشه، همون هم. ما تو استوم یه فرق فقط کوچیک داریم، اونم اینه، میگیم گرم NaOH به مول NaOH، تموم شد، مول NaOH به مول HCl، مول HCl به لیتر. هشت گرم NaOH ضرب داره، مول NaOH گرم NaOH مول HCl مول NaOH لیتر HCl مول HCl. پرش کنیم، اینو بلدیم، 1 جرمولیشون حساب کنیم میشه 40، مول به مولشون که 1. اینجا یادتونه مثلا شرط استیبی بود 21.4 میذاشتی، اینجا بهتون یاد دادم مولا رو میذاری اینجا، اینجا میشه 0.2، اینجا میشه 1 لیتر. درسته بچه ها؟ خب بریم با هم دیگه حلش کنیم. این 8 با ایشون میره میشه 5، درسته؟ این 5 اینجا داریم دیگه، چیز دیگه ای هم نداریم، پس میشه 1 5 2 10 تا یه رقم های زیر 1 میشه جوابمون، جوابمون کلا میشه 1 لیتر HCl، 1 لیتر HCl. مولار خودش عددش رو بهتون میده، مولار رو توی استوکیومتری دیگه بخواد بده مولار رو میده. انشاءالله اگر خدا بخواد سال بعدی در خدمتتون باشیم، ما از دهم که شروع میکنیم تدریس، توی فصل 3 دهم کامل مولار رو باز میکنیم، دونه دونه سوالهاشو با هم دیگه حل میکنیم و انشاءالله یاد میگیرید و دوباره استوکیو همه چی دوباره توضیح میدیم. ولی مولار در حد امتحانتون به این صورت برای شما مولار رو مطرح میکنه و ازش میتونید سوال حل کنید. اشکالم کاملا برطرف شد. خب خدا میگم این یه جمع‌بندی خیلی خوشگلی بودا، این قدر این جمع‌بندی خوشگلی که اینجا داشتیم رو بدونید بچا. با استیپی که آشنا بودید کلمش مولار، مولار باشه به این صورت مطلبتون حل میشه. استمون همونه، فقط تو کسر مول بر لیتر از این عدد میتونیم استفاده کنیم. خب اصلا میشه موازنه کردن رو توضیح بدید فاطمه؟ موازنه کردن یک مبحث تقریبا یکم طولانیه. اگر
فیلمش رو ندیدی روی سایت فیلم موازنه کردن هست که موازنه دیگه ایشال برای تو سال بعدت هم ببندی. تو سایت BST تشریف میاری، میری پنج شنبه کنکور این جانب، کنکور رسولی جلسه اول، موازنت رو کامل برات میبنده فاطمه، موازنه رو کامل برات میبنده. حل نه فاطمه، چون موازنه یه درس کاملیه، یعنی من یه ساعت و نیم شاید بخوام مثلا براش درس بدم تا یاد بگیره، ولی اینجا بری نگاه کنی، اینجا هم همونجا واکنش پذیری رو توضیح میدید. بله، اشکالاتتون رو بگید، من تا واکنش پذیری میارم اشکالات بقیه هم مشخص بشه. خب ببینم سوال چند بود، اینجا ببینمش، سوال چند بود؟ خب یه کدام انجام میشه؟ ببینید، برای انجام بریم درسنامه، برای انجام شدن برای انجام اونی که تنهاست باید قوی تر باشه. آ به اضافه بی سی اگه بخواد آ بره جای بی بشینه باید واکنش پذیری آ بیشتر از بی باشه، زورش باید بیشتر باشه. پس به خاطر همین اگر نوشت مثلا آ سی به اضافه بی، یعنی بی رفت تنها شد، پس میفهمیم آ قوی تر. برای اینکه بفهمیم کی قوی تره کی ضعیف تر، یک روندی رو ما یاد گرفتیم، گفتیم آقا این روندش، روند واکنش پذیری. خب ببینید دو مدل داشتیم، یک میگفتیم مثل همون روندهایی که خوندید در فلز، چه جمعندی های خوشگلیه خدا وکیلی، خودم دوستشون دارم، در فلزات توی جدول اگر هستی از بالا به پایین واکنش پذیری ما چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. در نافلزات واکنش پذیریمون، بذارید در فلزات دورش رو هم بگم، در فلزات هم از چپ به راست، از چپ به راست کاهش داریم. برای نافلزات از بالا به پایین کاهش داریم، از بالا به پایین کاهش داریم، از چپ به راست افزایش واکنش پذیری رو داریم. پس این یه مدلش. یه مدل دو هم داره، میگه بعضی بی‌نظمی هست، میگه از همه واکنش پذیرتر فلزات گروه اوله، بعد فلزات گروه دومن، بعد آلومینیوم، کربن، بعد اینجا AG و CU و PT و دیگه طلا و اینا هست در یه رده. شما اول باید بررسی کنی ببینید تو این روندت هست اونی که میخوای جا به جا کنی، و این جا به جایی هم که میگم اتفاق میفته
فلز با فلز، فلز یا کاتیون با کاتیون، نافلز با نافلز، هیدروژن و بعضی اوقات و کربن. نفسم یه لحظه گیر کرد. هیدروژن و کربن با فلز میتونن جابجا بشن. این درس باشه عزیزان. طبق این روند، اگر این روند توی اون نوشتن شما تأثیر داشت، یعنی مثلا آلومینیوم استفاده کرده بود، کربن استفاده کرده بود، هیدروژن رو هم اینجا میتونیم بنویسیم. اینجا قبل این، بله، هیدروژن هم اینجا میتونه قرار بگیره. هاش بعد ای جی و مثلا سی و ای. خب عزیزان، اگه تو این روند قرار گرفت اون چیزی که میخواستیم، مثلا از آلومینیوم، از هیدروژن، از آهن استفاده کرده بود، مقایسه بین اینا بود، همون ردیف پایینیه برید، از راه دو برید. اگر دیدید یک واکنشی رو استفاده کرده، یک واکنشی هستش، اصلا فعلا مثلا یک ماده هستش که تو اینا نیست، بیا از همون روند اصلی برو، راه اصلی. ببین فلزن نافلزن میخوان جا به جا بشن. خوب دقت کن، من چند تا مثال اینجا داریم با هم حلش کنیم. ببین عزیزم، آلومینیوم الان میخواد جای سی یو بشینه. طبق اون روندی که گفتیم آلومینیوم قوی تر از سی یوه، پس این واکنش انجام میشه. پس این واکنش انجام میشه، آل با سی یو جاشو عوض میکنه. این که این ورش رو بتونی بنویسی، باید فرمول نویسی بلد باشی، که همه رو توی جلسه 15 هم توضیح دادم. جلسه 15 هممون آره هستش. خب پس سی یو میاد تنها میشه به اضافه آل سه بار مثبت، میاد کنار اس او چهار دوباره منفی، میشه آل دو اس او چهار سه. چرا انجام چون ام جی با اف انجام میشه یا نه؟ شما بگید ام جی با اف ای دو سه انجام پذیر هست یا نه؟ جواب بده. الان یاسمین سوال تو رو جواب میدم. مریم خیراللهی چی پرسیده بود؟ مریم جان پرسشت بالاه، دوباره بپرس بهت بگم چی گفت. آفرین مریم جهانگیریان، بله درسته، انجام میشه. آندیا میگه انجام نمیشه. آندیا جان، ام جی کجای جدولته؟ گروه دوه دیگه، درسته؟ اف ای ما مگه تو این درسنامه الان نگفتیم فلزات گروه دو واکنش پذیرتر از اف ای هستن؟ پس ام جی اونی که تنهاست قوی تر از همجنسش، یعنی فلزیه که هر دوتاشون فلزن دیگه، ام جی قوی تر از اف ایه، پس انجام میشه. حالا این دوتا میخوان جاشون رو عوض کنن، اف ای میاد تنها میشه با اینکه کاری نداریم، به اضافه ام جی دو مثبت، او دو منفی، میشن ام جی. و این تیکه هایی که ترکیب جدید مینویسی فقط فرمول نویسیه، باید فرمول نویسی بلد باشی، باید فرمول نویسی بلد باشی. آفرین. دقیقا مریم، تو ترکیب مس دوباره مثبت سولفات آهن به خاطر واکنش پذیری بالاش تونست مس رو از ترکیب خارج کنه. یا راحت تر بگید آلومینیوم سی یو رو پرت کرد بیرون، زورش بیشتر بود رفت پرتش کرد بیرون، تموم شد. داوود کمره ای عزیزم، تو باید اینا رو حفظ باشی. آل اولا سه مثبته، SO4 دو منفیه، سه میاد اینجا، دو هم میاد اینجا، AL2. اوکی؟ خب حله. سومی رو به من بگید انجام میشه یا نمیشه. سومی انجام میشه یا نمیشه؟ ایشون CU اضافه FE انجام میشه یا نه؟
نمیشه. آفری. بله. CU واکنش برای طبق اون روند کمتر از FEه. پس انجام نمیشه. ببینید عزیزان. آفرین. الهه عبدی. مبینا. نیلوفر توکلی. سبا. نو. آها. نه نه. و و باریکلا. حالا من بقیه اسم بچه ها رفتش بالا دیگه. عزیزان. FE CU. CU اینجاست. FE قوی تره. میره پیش FE میگه بدو بیرون مینم از ترکیب. FE میگه بدو بینه. زور تو به من نمیرسه. خداحافظ. حالا اینجا. بله FE لهجه ترکی داره. TICL4. خب بچه ها ما TI رو تو اون روندمون نداشتیم ولی MG رو داشتیم. چه مثال قشنگیه. TI نداریم اینجا. خب TI نداریم. برو توی روندهای اصلی جدول. برو توی روندهای اصلی. جفتشون هم فلزن. TI یا تیتانیوم جزء فلزات واسطه است. راست تره. MG چپ تره. پس MG قوی تره. پس اینجا MG قوی تره از TI. پس این واکنش انجام میشه. MG میره کنار CL. TI تنها میشه. این میشه MG دوباره مثبت CL. پس چرا انجام شد؟ از کجا فهمیدیم؟ تو اون روندمون نبود. رفتیم سراغ روند اصلی جدول. رفتیم سراغ روند اصلی جدول. حل بچه ها. فیلم رو فاطمه مظاهری امروز توی سایت میذارم. به من قولشو دادن. چشم مریم. الان از این سوال شما هم حل خواهیم کرد. مسئله برطرف شد. واکنش پذیری. حل بچه ها. پس اگر انجام بشه اونیک. این چرا انجام نشد؟ به خاطر اینکه CU ضعیفتر است از FE. FE قوی تره. اون که تو ترکیبات پس انجام نمیشه. تیتانیوم 4 بار مثبت هم داره. بله مبینا. بعدش موازنه میکنیم دیگه. بعدش اگه سوال گفتم مثلا بنویسید و موازنه کنید بعدش قضیه موازنه رو روش اعمال میکنیم. مثلا به این صورت موازنه اگه خواسته بود از ما یه دو اینجا میذاریم یه دو اینجا میذاریم. تمام شد. موازنه میشه. بله پرشدش هم توی گروهتون قرار میگیره. خب خدا رو شکر میبینم که داره تک تک سوالاتون برطرف میشه و یه کلاس آنلاین توپل خوب داریم برگزار میکنیم. خیلی عالیه. باریکلا. امیدوارم که راضی باشید از این کلاس و چون اون آفلاین که الان روی سایت گذاشته شده بود درست. قولی که بهتون داده بودم این قول رو خواستم عملی کنم و براتون حتما این کلاس آنلاین رو گفتیم که حتما بذاریم. الان هم خب خیلی تا اینجاش به نظر من براتون مفید بوده و حداقل اگر بلدم بودید درس براتون دوره شده. مبینا پاکدل بفرمایید. مبینا جان بگو سوال تو بپرس. نه پنجشنبه تا 24 هیچ کلاسی برگزار نمیشه. تا 24 بچه های حضوری بچه های آنلاین هیچ کلاس پایه‌ای نداریم. بله بریم. خب قبل از اینکه از فصل یک خارج بشیم بچه ها بذارین همچین سوالی داریم. اگر نداریم من خودم مثال بزنم. این نامگذاری های فشرده رو بچه ها اشکال دارن. بچه ها اینا رو حتما یاد بگیرید. فرار بودن، نقطه جوش، نیروی بین مولکولی. نیرو بین مولکولی چیه؟ هر چقدر کربنتون بیشتر بشه نیروش قوی تره. نیرو هم یعنی افزایش پیدا. یعنی بین این دوتا مقایسه بخوایم انجام بدیم نیرو بین مولکولی بین H22 قوی تره. اوکی؟ خب نیرو این دیگه یه مبحثیه کنکوری دیگه. این اومده برسی که نیروی بین مولکولی H2 پیوند هیدروژنی داره.
اینو بیخیال، اینو اصلا بررسی هم نکردین. هاشتو قوی تره ولی نمیخواد بررسی کنین، مطلبش یه جای کنکوریه. خب از این فشرده ها بیا یه دونه از این فشرده ها حل کنیم. ببین وقتی میگه آلکانایزی رو مثلا نامگذاری کنیم، اینو میگه فشرده است. خب باید باز شود، دیده شود، بعدش نامگذاری شود. خوب دقت کن. بله اینو میایم با هم دیگه بازش میکنیم. ببین سی هاش سه تا خطی پشت هم نمیتونه مریم بس بشه، مریم خیراللهی. چرا؟ چون این اگه سی هاش سه تا به هم بس بشه، این گند کارو در میاره. یعنی کربن میتونه 4 تا پیوند بده، ولی متاسفانه الان میبینیم 5 تا پیوند داده، 2 تا با کناریاش، 3 تا هم با هیدروژن. پس نکته ای که تو اینها داشتیم میگفتیم اگر آلکیل ها متیل، اتیل، پروپیل، اگر اینها در سر شاخه قرار گرفته باشن، یکیشون رو میذاریم تو خط اصلی، دو تای بعدی رو در فرعی ها قرار میدیم. میریم چه؟ یه سی هاشه و گفته بودیم متیل و اتیل و اینا اگه وسط بیاد حتما شاخه فرعیه، اگه وسط ترکیب بیاد شاخه فرعیه. پس قد چرا؟ چون اینجا بذاری دیگه نمیتونی ادامه بده، همون 5 تا کربونه به دست میاره. اینم پس حتما شاخه فرعیه، پایین یا بالا میذاری. یه دونه بعدش سی دارم، دوباره سی هاش سه، سی هاش سه، اینم سی هاش سه. برمیداریم اینا رو نامگذاریش میکنیم، تعیین زنجیره اصلی و اینجا شروع میکنم سر این چهارا تصمیم گیری، سر این چهارا تصمیم گیری. اینجا فرق نمیکنه بالا پایین، خلاص مستقیم شده. به 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 اینجا رو ببین، یک، خوب دقت کن شماره گذاری، یک دو سه چهار. خب از هر دو طرف رو دو میرسم، پس هیچ فرقی برای ما نمیکنه. پس میام چیکار رو میکنم؟ یک دو یک دو. از اینم که بعد هر دو طرف یکسان میرسم، تو نامگذاری مشکل ندارید شما بچه ها. تو قوانینش اینم پنج. خب به به پر شاخه است. دو و دو و سه و چهار و و چهار. یاد کلاس موسیقی افتادم. دو 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 سه چهار چهار، یک دو سه چهار، پنتا تترا اینا بود، پنتا متیل پنجتایی، پنتان. اوکی داوود، حدود 8 نمره اینا حفظی میاد، میتونن یعنی بدن سوالش رو. حالا ببینید که به چه صورتی سوال خواهد بود. خب نامگذاری اینا رو بلدید دیگه، نامگذاری کسی اشکالی نداره که، نامگذاری اگه کسی اشکال نداره، بریم با هم دیگه یکم سوال گرما حل کنیم. نامگذاری ها رو اوکیید؟ نقطه و خط بفرمایید. این نقطه و خط از یه جای شروع میکنیم، میریم اینا، این زنجیره اصلی میشه. سر هر چهار را بازم اینجا تصمیم گیری میکنی که بری بالا، بری چپ، بری راست. شماره گذاری اینا کربن های شماست، یک دو سه چهار پنج شیش. از کدوم ور؟ یک دو میرسم، یک دو سه چهار میرسم، پس این ور یک دو سه چهار پنج و شیش. رو دو و سه متیل داره، دو و سه دی متیل هگزان. بچه ها بعضی اوقات هم اینطوری به شما میده ها، یعنی بدون هیچ هیدروژنی هیچ نشید، همینه، هیچ فرقی نمیکنه عزیزان. نگاه کن زیانو پیدا کنم، مثلا اینها ها فقط کربونا رو داده به تو، هیچ اشکانه. این یکم عقبتر منظورش اینجا وصل شد، درسته؟ خب این رو مثلا از این گوشه شروع میکنیم، میریم بالا، اینجا یک دو یک، پس بریم اگر بالا، این شبیه گوشگوب شد.
به این صورت زنجیره خواهد داشت. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. هیچ فرقی نمی کنه. پس اسمش میشه چهار و چهار اتیل، چهار متیل هپتان. انواع اقسام شکل‌ها رو داریم با هم حل میکنیم. صفحه خالیه. خب دیگه این رو ببینم کی اسمش رو میتونه بگه. اینو کدوم وسط نقطه نذاشتم؟ یک نوست نقطه است. اینا متیله دیگه، اینا رو نمیخواست. حالا اینا رو هم بیا، اگه اینا منظورت بیا. تو زنجیر اصلی رو گذاشتم که اشتباه نشه. او راست میگه، راست میگه، راست میگه. ببین چشمون اینو ندیده. راست میگه. مرسی مرسی، متشکرم. پس این هگزانه عوض میشه. 3 4 5 6 7. متشکرم از دقتتون. بله میشه 3 و 4 دیمتیل هپتان. متشکرم. اینم از پیریه دیگه بچه، اینم از پیریه. بله اینو میشه. اینو کی گفت؟ اینو 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 یه نفر گفته فقط. 2 4 متیل تتران. تتران نه، تترون اون پارچه است. ببینید تعیین زنجیره قوانین داره، حتما قوانین رو بخونید. یه طرف شروع میکنیم، میریم باریکلا، باریکلا فاطمه، باریکلا مریم. اینو از اینجا شروع میکنیم به رفتن، میریم همش رو زنجیره. اصلا زنجیره فرعی نداره. 1 2 3 4 5 6 اسمش میشه هگزان. یکم کج و کلش کردنی. تعیین زنجیره چطوری بود؟ از یه طرف شروع میکنیم، سر چهارراه ها تصمیم میگیریم، بالا بریم، چپ بریم یا پایین بریم که بیشترین تعداد کربن داشته. مثلا چهارراهی نداشت. مثال بازم داریم. بله مثال اینجا رد شیم. این شکل خیلی برای ما مهم هستش. نقطه جوش رو داره نشون میده که نقطه جوش هر چقدر تعداد این، یعنی کربن سنگین تره. نقطه جوش با کربن رابطه مستقیم داره. این داره فرار بودن نشون میده، اینم داره گران روی رو نشون میده. تعریف هاشون رو بلد باشید. خب اینا رو که خیلی با هم کار کردیم. این جدولتون هم توی جزوه حفظیتون قشنگ تحلیلش کردم، چیزایی که باید بلد باشید. ببینیم، آها، در رابطه با اتن، خب در رابطه با اتن خیلی این واکنش هاش مد نظره. واکنش های میگم اتن، واکنش های آلیکن خیلی مد نظره و بعضش جای خالی هم میدن. هرگاه گاز اتن در محلولی از بروم قرار بگیره، خب اتن چی هستش؟ اینو با هم کار کردیم دیگه. سیر نشده است، چون پیوند دوگانه داره. بروم قرمزه. خب رنگ قرمز محلول از بین می رود و ترکیبی با نام فلان حاصل میشه. خب اتن این شکلیه، CH2 CH2. میگه اگه بهش BR اضافه کنی، خب اینو باید توانایی نوشتن اولا CH2 رو داشته باشی، ثانیا توانایی نوشتن BR2 رو. پس این که خیلی اذیت میکنه. پس میشه CH به هر کدوم یک BR اضافه میکنی. عزیزان این یک آلکان است برای نامگذاری زنجیره. 1 2. پس اسمش میشه 1 و 2 دی برومو اتان. سوال 25 سوال مهمی بود. با وارد کردن گاز اتن در مخلوط آب و
اتن رو تو آب و یک اسید H2SO4 سولفوریک اسید در شرایط مناسب اتانول حاصل میشه. اینا رو همه رو تو جزوتون هست که یک حلال صنعتی مهم. سیکلو هگزان با فرموله سیکلوها CNH2N بودن CNH2N بودن که چقدر بدخط شد یا رسولی امروز CNH2N بودن. هگزان یعنی 6 پس فرمولش میشه C6H12. برای به دست آوردن فرمولش میتونیم از این استفاده کنیم، تعداد پیونداش 6 ضرب در 4 12 ضرب در 1 تقسیم بر 2 6 4 تا 24 تا 36 تا 18 پیوند اشتراکی خواهد داشت. اینم 36 8 12. تازه میتونستیم بگیم آلکنتور CN هم میتونستیم بگیم فرمولش. باریکن از اینجا خالی ها زیاد خواهید داشت. C6H12 نیکل. بچه ها نیکل یه راهنمایی خودش میکنه. نیکل کاتالیزگر کدوم واکنش بود؟ باریکلا کاتالیزگر واکنشی بود که با هیدروژن یک آلکن با هیدروژن وقتی واکنش میداد به این صورت میشد. اینا رو میتونید خیلی راحت تکمیلش کنید. نامگذاری شاخه‌دارها رو نباید ازتون بپرسن، ولی اگه درس داده باشن میتونن این کار رو انجام بدن. خیلی راحت و آسون. یه دونه اینا. این سی هاش بوده اینطوری بیرون کشیده و در اصل شاخه اصلی ما به این صورت میشه. گول نخورید. ببینید چقدر حرفه‌ای کشیده اینو. این سی هاش بوده کنار این. پس از اینجا که شروع میکنم این میشه زنجیر اصلی من. سر شاخه باید بپیچی حتما بالا یا پایین، چون مستقیمت هیدروژن اصلا اهمیتی نداره برای ما. پس نام ایشون 1, 2, 3 و 4. پس از این ور 1, 2 زودتر باید به پیوند دوگان، نه زودتر به شاخه فرعی. تازه اینم شاخه فرعیمون نیست، هیدروژنه. مثالشو داشتید تو جزوه. 1, 2, 3, 4 این هم 5. پس اسمش می شود 4-متیل. کیف میکنیم واقعا اینقدر راحت شما کار رو انجام میدید. پیوند سگانه روی 2 هستش. 2 بر وزن آلکین باید بنویسیم. پنتین. اگر نقطه و خطم دادن خیلی ساده، از یه طرف شروع کن. اینا رو بیار. اینا باید باشن. پیوند سگانه باید باشه. اینجا هم بیا پایین. شماره گذاری از سمت که پیمان سگان 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 شاخهای فرعیت روی 6 و 5. اینم ترتیبش مهمه. 5 و 6 دی متیل، 2 و 7 هپتین. مریم اگه همچین سوال دیدی بفرست برطرف کنم، چون در سطح امتحانتون نیست این سوالی که میپرسی و اینجا هم نمونهش رو ما نداریم الان. پیوند دوگان. پس بچه ها در نامگذاری آلکن و آلکین حتما دقت داشته باشید. پیوند سگانه یا دوگانه برای اون مهمه توی شاخه دارهاش. خب میرویم. ABC رو میگه شناسایی کنید. واکنش آلکن ها هستش با آب. خب میگه آ رو شناسایی کنید. کاملا میدونیم این H2SO4 سولفوریک اسید. CH2 با بیاردو واکنش داده. بی ما پس اینجا الان بالا نوشتیمش، میشه CH. پیوند دوگانه رو میشکنیم، به هر کدومم یه BR اضافه میکنیم. C2H4 به اضافه O2 سوختن هستش. سوختن کامل به ما
CO2 H2O میده. تکمیل باهاتون سر کلاس کار کردم، یه سه ساعته یه ساعت و نیمه هم رفع اشکال براتون گذاشتم. من زحمت خودم رو کشیدم، من کارهایی که باید انجام میدادم و انجام دادم. اگر خدایی نکرده که من بعید میدونم، واقعا بعید میدونم بچه های من برن نمره کم توی درس شیمی بگیرن، هر چقدر امتحانشون سخت باشه، به این موضوع هم پی خواهید برد انشالله. حالا تو سالهای بعدم این موضوع خواهد بود. ما کار خودمون انجام میدیم، بسته به تلاش شماست. هر چقدر تلاش کنید اونقدر نتیجهش رو خواهید گرفت. و مثل آب خوردن داریم هر نوع سوالی که میدن رو حلش میکنیم. اینم که یه گوشت گذاشته توی بروم، اینم فعالیت کتاب درسیتون رو میدونید که در بخار بروم میبینیم که قرمزش از بین رفته بیرنگ شده، پس میفهمیم چربی که در گوشت استفاده شده یک چربیه سیر نشده بوده چربیش. بچه این کی هستش؟ ایشون با توجه به فرمول ساختاری داشت به پرسش پاسخ دهید. نام و فرمول مولکولی این ترکیب. گول نخورید، این بنزن نیست. بنزن باید حتما یکی در میون پیوند دوگانه میداشت، نداره این. پس آفرین، سیکلو هگزان هستش ایشون. سیکلو هگزانه. خب کو اینا سیکلو هگزانه. این ترکیب قطبی است یا ناقطبی؟ همه هیدروکربن های ما ناقطبی هستن. نام خانواده ای که این ترکیب جزو آن است سیکلو آلکان ها. فرمول ساختاری ساده ترین عضو این خانواده. بچه سیکلو آلکان ها ساده ترینشون N-شون 3 بود، پس میشه C3H6. باریکل. چشم، بریم دیگه فصل دو گرما. این سوال هایی که حالا اینجا هست دوست داشتی خودتون یه سوالی ازش حل کنید. شاید این براتون سوال باشه که چرا سگانه است. سگانه هم بود اگر سگانه بهتون دادن یه بار پیوندشو یه دونه بشکن. با H2 وقتی واکنش بده میشه CH2. ببخشید CH اول میشه پیوند سگانه اول میشه با چه رنگای مختلف میده؟ اول میشه دوگانه، به هر کدوم سیاهش بوده، به هر کدوم یه هیدروژن اضافه میشه. حالا در مرحله بعدی اگر بخواد دوباره سیر شده بشه، اگه اجازه موازنه به ما میدادن مثلا یه دو تا هیدروژن اینجا میومدیم مینوشتیم و این پیوند از اون CH3CH3 میشد، میشد اتان. اتین انقدر واکنش میدن تا سیر شده بشن. حالا میگم زیاد مسئله مهمی نیست، اینا رو رد کنیم بریم فصل دو گرما. خب یکی از مواردی که خیلی دوست دارم بهتون بگم، این سوال 40ه. اسم فرایندها رو یاد بگیرید بچه ها. اسم فرایندها رو بیایید با هم دیگه یاد بگیریم. خوب دقت کنید اسم فرایندها. این اگر انرژی ما باشه، ما این نمودار انرژی از همه پایین تر که انرژیش کمتره ماده جامد ماه، بعدش مایع است، بعدش هم که گاز. اسم فرایندها. بچه ها جامد به مایع رو چی میگیم؟ باریکلا ذوب علومه، این علوم سابقه گذشتتون. مایع به گاز رو چی میگیم؟ باریکلا تبخیر. میبینید فلش رو به بالاست، پس همه این فرایندها گرماگیر هستند. اگر گاز به مایع بیاد تبدیل شه اسمش چی میشه؟ میعان. باریکلا مایا میبینی رو به پایین شد فلشش، پس گرماده. پس اینجا کیو مثبت، کیو مثبت، کیو منفی و مایع به جامد آفرین بهش میگیم انجماد. انجماد. اینم گرماشو میده بیرون، گرماده. و در وهله آخر یهو اگه جامد بشه گاز بهش میگن تسعید یا فرازش،
که ایشون هم کیوش مثبته و اگر برعکس از گاز یهو بشویم جامد بهش میگن چگالش و کیوش منفی جرمات. آره مریم، آره دو بار واکنش میده یا با دو مول هاش دو واکنش میده. خب حل بچه ها درکش کردید چی شد؟ آره آخرین نمیرسه الان یاد بگیرید. از گاز به جامد، ببینید هر مادهی میتونه این عملها رو انجام بده، هر ماده ای میتونه این کار رو انجام بده، یعنی یهو مثلا از گاز بخواد بشه جامد، مثلا واکنش های پلیمری خب هی این عمل رو انجام میدن، یا مثلا تسعید، قرص نفتالن تسعید رو مثلا انجام میده. هر ماده میتونه تحت شرایطی این کار رو انجام بده، حالا مثال خاصی که نمیشه حالا ازش زد. پس این دو مثال میتونید خوب یادتون نگه دارید. هله حالا اگر اسم دیگه چگالش مثلا تبرید، اینا دیگه حالا شاید بهتون گفته باشن، نمیخواد حالا فرازش اینا، کافیه تبرید. خب چگالش مثال دیگهش مثلا، یا تسعید مثلا یخ خشک، یه یخهایی هست نمیدونم تو این مجله سروسی، نه اون دستگاه دودزای ها، نه اون یه چیز دیگه است. تو مجالس مثلا شاید دیده باشید یا میتونید توی بخار از یه ظرفی میاد بیرون، اون یخ خشک، آب بریزی روش که خیلی بخار بیشتری میاد بیرون، اونا مثالایی از تسعید یا چگالش میتونه باشه. برعکسش هم هست، میتونیم گازش رو سریعا به جامد تبدیل کنیم. اشکالاتتون تو بحث گرما رو ادامه بدیم و یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم در خدمتتون باشیم. پس اینو با هم دیگه کار کردیم. یه سوال خیلی خفنیه، حالا زیاد نه. خب ببین از این مقایسه ای ها خیلی بهتون میدن، از این مقایسه ای ها خوب دقت کن، خوب دقت کن. میانگین تندی حرکت مولکول های دو ظرف رو با هم مقایسه کنید. بچه ها میانگین تندی حرکت یعنی دما ظرف شماره یک مساوی است با ظرف شماره دو. میانگین یعنی دما، انرژی گرمایی آب در کدام ظرف؟ گفته رسولی انرژی گرمایی داد یا باید دما ثابت باشه یا مقدار. اگه جفتشون متغیر بود قابل مقایسه نیست، اگر یکیشون فرق کرده بود میشه. اینجا الان دما ثابته، پس ظرف شماره دو بیشتره، چون در دمای ثابت مقدار بیشتری دارد، مقدار بیشتری دارد. ظرفیت گرمایی و ظرفیت ویژه رو، ظرفیت گرمایی فقط به نوع
و مقدار بستگی داره. نوعشون که هر دو تاشون یکیه میگه آبه. پس مقدارش بیشتر، ظرفیت گرمایش داره. پس یک بیشتر است از دو بیشتر است از یک. ولی ظرفیت گرمایی ویژه رو اگه بخواد مقایسه کنه فقط به نوع ماده بستگی داشت. و چون فقط به نوع ماده بستگی دارد، پس با هم دیگه برابر هستن. برای رساندن دمای آب به 50 درجه کدام ظرف انرژی کمتر نیاز داره؟ گرما با مقدار رابطه یکسان، رابطه مستقیمی داره. 50 درجه میخوایم هر کدوم افزایش بدیم، خب آب کمتر، مقدار کمتر، انرژی کمتر صرف میکنه. ظرف شماره 1، چون طبق کیو مساوی است با ام سی دلتا تتا، اینجا مقدارهاشون، اینجا تغییر دمامون که ثابت، ظرفیتمون هم که ثابت، پس هر کدوم ام بیشتر کیو بیشتر خواهد داشت، چون طبق این فرمول. اینطوری میتونی اثباتش رو براشون بنویسی، اونا هم کیف کنن. یه رای هست منم خیلی خواهیم اول آخرش را سیاسته باشه، ولی نه، سر چار راها تصمیم بگیر. یه چار رایی رو انتخاب کن، یه سمتی برو که تعداد کربنش بیشتر باشه. نوع فرق کنه، میگین من عددشو باید بهت بده، نمیتونی مقایسه کنی. اگه نوعشون فرق کرد ظرفیت گرمایی ویژه رو نمیتونی مقایسه کنی، چون عددن، نمیدونی تو چطوری باید مقایسهشون کنی. خب بچه ها، اینجور شکلم اگه مثلا بهتون داد، اینایی که میبینی اینطوری بزرگ کشیده، یعنی سرعت حرکتشون بیشتره، دماشون بیشتره، انرژی جنبششون بیشتره. میبینی یکم بزرگتر کشیده، اینا رو یکم کوچیکتر کشیده، پس این ظرف من جنبشش میتونه بیشتر باشه. پس تعدادم مهمه. 2 4 6 7 تا 2 4 6 7 تا 2 4 6، این تعدادش مثلا بیشتره. تعداد روی گرمای تاثیر داره. پس انرژی گرمایی سامان آبی رو مقایسه کنید، انرژی گرمایی سامان آسی رو مقایسه کنید. همه اینها رو شما سوالش هست با جوابش میذارم، میتونید کاملا مقایسهش رو انجام بدید. اگر سوالی دارید بفرمایید، من رفع اشکال کنم براتون اگه سوالی مونده. اگرم نه که میتونید تشریف ببریم و با هم دیگه به ادامه زندگی بپردازیم. بله، جواب همه‌شو میذارم، جواب همه سوالات رو براتون قرار میدم، همه‌شون رو. که مثلا اینجا سرعت اینا بیشتر از اینه، این دو تا خط کشیدن، این سرعتش مثلا منظورش اینه که بیشتر هستش. همینطور این ظرفا رو میتونید مقایسهش کنید. اگر اشکالی براتون باقی مونده بفرمایید، اگر اشکالی باقی مونده بفرمایید. مسئله ظرفیت گرمایی حل کنیم. چشم، بذار یه دونه هم از این حل کنیم. فاطمه گفت دیگه، ببینیم داریم اصلا ازش سوال. نه، این اولین سوال نه. اینجا نداریم سوال. نه، اینجا نداریم. ظرفیت گرمایی ویژه سوال خاصی مطرح نمیشه حالا فعلا ازش براتون، در همین حد که مثلا میگه برای افزایش دمای 500 گرم از ماده آ از 25 درجه به 30 درجه چند، نهایت مثلا سختش کنه، کیلو ژول انرژی لازم است. سی آ رو هم به ما بده مثلا 14.
واحدها رو هم خوب یاد بگیرید. خب Q مساوی است با M C دلتا تتا. Q رو از ما میخواد M 500 C 14 دلتا تتا 5. درسته؟ 5 4 22 جواب میشه 1000 جول. سوال گفته چند کیلو جول؟ پس ضرب در 10 به توان منفی 3 میکنم اینو میشه 1 کیلو جول. شما از فرمول جول به دست میاری. اگه کیلو جولی چیزی خواسته بود جایگزین میکنی. به واحد سی هم توجه کنید. واحد سی رو هم به صورت جای خالی به شما میدن. جول گرم سانتیگرد یا جول گرم کلوین. بپرس توی گروه. سعی میکنم که حالا تا عصر یا فردا یه چیزی جوابتون رو بدم. پس یه 3 ساعت رو سایت بوده، 1 ساعت و نیمم الان ما هم رفع اشکال آنلاین انجام دادیم و امیدوارم که بعد از ترم که میاید خیلی خوشحال و خرم با نمرات 18 نه 19 نه فقط 20 برای ما قبوله، چون توی سطحی باهاتون کار کردیم که اگر 20 نگیرید نامردی کردید. نه شوخی کردم، شاید بی‌دقتی داشته باشید، نیم نمره 25 صدام، ولی قطعا این رو مطمئن هستم که بچه های ما نمره بالا میگیرن. نگرانی من تو قسمت حفظیات که از حفظیات کم بیاری. تو مسائل فوق‌العاده کار کردیم ما هم دیگه. حفظیات جزوش هست، میخونید و انشالله که از پس حفظیات هم برمیاد. متشکرم، انشالله که همتون موفق باشید در همه امتحانات. بعد از امتحاناتتون بعد از تاریخ 24 روم دوباره هم دیگر رو خواهیم دید. دلمون براتون حتما تنگ میشه، ولی فصل امتحاناتتون هستش. اگر ما بخوایم کلاس بذاریم به امتحاناتتون ممکنه که نرسید. درسمون هم اصلا عقب نیست. خیالتون راحت باشه، کاملا به امتحانات ترم دومتون هم خواهیم رسید. متشکرم. همگی خسته نباشید. ممنون که تشریف آوردید. متشکرم. خدا نگهدار. نهضت آشنای سنه است.